روزتان شاد. گفتگوی سرنوشت را به گونه زنده از نور بیننده هستید. حکومت وحدت ملی و عمق بحران حکومتداری، فاصله میان دولت و ملت در چه سطحی است؟ حکومت وحدت ملی که بیش از 3 سال پیش بر مبنای توافقنامه سیاسی با مواد مشخص روی کار آمد و رهبران این حکومت با سردادن شعارهای زیاد و بستن تعهدهای بیشمار به کرسی زعامت مردم افغانستان تکیه زدند، حالا که در نیمه دوم و کوتاه عمرش به سر میبرد، هیچ یک از تعهداتش را این حکومت آنگونه که ملت انتظار داشت به جایگاه وفا نتوانسته است بنشاند. امنیت همچنان نابسامان و خراب است و صلح ناپیداتر از همیشه. اقتصاد کشور رکود کرده، جیب و دسترخوان مردم هم تهی‌تر از سالهای پیش. حکومتداری خوب هم که نمای پسندیده‌ای برای مردم افغانستان ارائه نکرده است و چالش‌های بیشماری از جمله بالاگیری اختلافات سیاسی و صف‌بندی جریان‌های زیاد سیاسی و مخالفتشان با پهلوهای گوناگون در برابر حکومت. و اما در ماه‌های اخیر چندین جریان سیاسی شکل گرفت که به گونه شدید منتقد حکومت وحدت ملی اند و بیشتر آنها دیگر هیچ اعتمادی بالای این حکومت ندارند و حتی بحث‌های از جمله فراخوانی لوی جرگه عنعنوی و حکومت موقت و از این شمار را مطرح می‌کنند. پس چشمانداز حکومت وحدت ملی در 2 سال آینده چیست و آیا می شود انتظار داشت این حکومت و مسئولان این حکومت که رابطه خوبی هم با یکدیگرشان ندارند بتوانند یک سری گام های عملی در راستای تعهداتشان برای کشور و ملت بردارند؟ من رشاد ضریر هستم و این بحث را با جناب آقای سید ناصر موسوی، کنشگر مدنی، با بس و کاوش میگیرم. و همچنان سید نقیب‌الله هاشمی هم عضو شورای ولایتی کابل هم پیمان مانند که تا لحظات بعد چشم براشان بپیوندند. خیلی خوش آمدید آقای موسوی. بیت یک نگاه کلی داشته باشید بر وضع حکومت وحدت ملی و این 3 سال را چگونه سپری کرد و واقعا چقدر تانیست در راستای تعهداتش یک جلوه خوب و پسندیده از حکومتداری خوب را برای مردم بنمایش بگذارم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و همکاران تکنیک و بینندگان ارجمند برنامه. خب اگر ما بخوایم به اصطلاح کلیات حکومت وحدت ملی را به طور ریز و درشتش را مورد مثلا زیر ذربین قرار بدیم و مورد قضاوت، زمانی طولانی تری نیاز است که از فهرست حوزه برنامه یا حوصله برنامه بیرون است. اما خب حکومت وحدت ملی از ابتدایی که تشکیل شدن یک حکومتی بود، همی خود نفس کلمه وحدت ملی تداعی پشت سرش این است که این حکومت هستند یا به اصطلاح شرایط هستند که دچار بحران است. چون اگر وقتی حکومت های وحدت ملی زمانی تشکیل میشه که خب در اون کشور حالت طبیعی وجود نداشته باشد، بحران وجود داشته باشد، مشکلات وجود داشته باشد و کشور در یک وضعیت خطیری قرار داشته باشد، یا پس از یک به اصطلاح تحولات بسیار مهمی در یک دولت، شما معمولا به دنبال وفاق ملی و وحدت ملی حرکت میکنید. یعنی همون شرایط که حکومت وحدت ملی آمد روی کار و تیم جدید قدرت را در افغانستان تحویل گرفتن، خب معنای اونمو خود اینمی کلمه که پسوند حکومت به نام وحدت ملی است تداعی میکنه که افغانستان در یک حالت عادی و نرمال قرار نداشت. چند اولویت مهم را حکومت در ابتدای تشکیل این حکومت و قبل از او در زمان کمپین های انتخاباتی به عنوان اولویت و برنامه های مهم برای خودشان هر دو تیمی که فعلا حکومت را تشکیل داده مطرح کرده بود که هیچ کدام اونها متاسفانه تا حالا محقق نشدند. حتی به گونه نسبیش هم به نظر شما محقق نشد. شما مثلا اولین بحثی که در برای هر دو تیم مطرح بود، به خصوص رئیس جمهور زیاد سر و تاکید میکرد، بحث صلح با طالبان بود. بله، که صلح در افغانستان به عنوان یک اولویت هست و ما میخوایم در افغانستان صلح را برقرار بکنیم. یکی از برنامه‌های بسیار مهم که انصافا مورد توجه مردم بود و فعلا هم هست که چطور در افغانستان ما از این چالش مازلی که در افغانستان گیر آمده بیرون شویم و این مشکل ختم شود. هرچند این ادامه برنامه حکومت های پیشین بود، صلح با طالبان. دقیقاً که داره به اصطلاح
دنباله حکومت قبلی بود، خب میشه گفت یک پروسه ملی بود که با رفتن اشخاص نمیشه قابل تغییر باشد، بلکه مهمی بود که چطور بتونه این حکومت را به منزل برسانه و مهمتر که این حکومت خودش را به عنوان یک اولویت بسیار مهم و برنامه های مشخص برای خود بسیار مطرح میکرد. شما اگر در نظر بگیرید که فعلا هیچ گونه چشماندازی یا بهبودی بسیار در وضعیت صلح و جنگ افغانستان دیدن نمیشه، به این معنا که طالبان هنوز هم حاضر نشدن که بسیار با حکومت افغانستان به معنای واقعی کلمه مذاکره بکنه، یا اون مذاکرات جست و گریختگی که صورت میگیره یا تماس هایی که بین حکومت و طالبان وجود داره، حداقل به لحاظ عملی شما یک تغییر محسوس رو نمیبینید. اما دست کم آقای موسوی، این که انتظار و خواست شما همواره شما آگاه از حکومتی بود که دست کم روی کردش این گونه باشه که طالبا سرکوب شوند تا ناگزیر به آشتی با حکومت شوند، این روی کرد در حکومت وحدت ملی در ماهای اخیر به ویژه پس از اعلام استراتژی آمریکا به میان آمده، این یک گامی به پیش نیست؟ خب هنوز استراتژی آمریکا بسیار با چالش های بزرگی به سلام مواجه است، معلوم نیست که این استراتژی نتیجهش به کجا میرسه. شما قبل از استراتژی فعلی ایالات متحده آمریکا سه تا استراتژی دیگر را داشتید، استراتژی را که آقای بوش بعد از سال 2003 برای افغانستان تدوین کرد و استراتژی را که آقای اوباما در سال 2008 تدوین کرد و استراتژی دیگه را هم که مثلا جنرال پتروس برای افغانستان تدوین کردن، هیچ کدام این استراتژی ها برای آمدن صلح و ثبات در افغانستان به اصطلاح مفید واقع نشدن. فعلا من بعید می‌دونم که استراتژی آقای ترامپ به اصطلاح موفق شده در افغانستان با اون کاستی‌ها و مشکلاتی که دارد. اما در تفاوت‌های میان استراتژی آقای ترامپ تا اون سه استراتژی دیگر دیده میشه، از جمله فشار مضاعف بر پاکستان و به این رویکرد و موقف خیلی روشن در برابر پاکستان و اتهام بالای پاکستانی موارد، به نظرتان تازگی نداره؟ ببین در ارتباط پاکستان همین حالا آمریکای خودشون دچار تناقض و دچار به اصطلاح عدم شفافیت، از یک طرف آقای ترامپ مطرح میکنه که پاکستان به عنوان بخش از مشکل در افغانستان است، که خب این حرف درسته، پاکستان به عنوان بخش مشکل در افغانستان هست و میخواد که دولت فعلی آمریکا بر پاکستان فشار را بیشتر بکنه تا پاکستانی ها در قبال وضعیت جنگ و صلح افغانستان یک نقش سازنده ای را در بگیرن. ولی از اون طرف هم شما میبینید که اخیرا کنگره آمریکا 700 میلیون دلار را برای کمک به پاکستان به صلاح تصویب کردن، گرچه یک قید اونجا مطرح کردن که این کمک در صورت انجام میشه که پاکستان با شبکه حقانی مبارزه بکنه. شما در افغانستان سخت تفکیک بکنید که کدام نیروها مربوط به طالبان است و کدام نیروها نیروهای طالبان است و کدامش به صلاح شبکه حقانی است. یعنی همین که آمریکا هنوز هم به صلاح 700 میلیون دلار برای پاکستان ها در مجلس در کنگره آمریکا تصویب میشه، معنیش است که اون چرا که میگه با اون چی در واقعیت وجود دارد یک تفاوت کلان وجود دارد. این یک بحث، اجازه بدید یک مورد دیگر اشاره بکنم خدمت شما، و اونی که بعد از به صلاح بحث صلح، بحث مهمی که برای مردم افغانستان مطرح بود مسئله اقتصاد بود. گرچه حکومت وحدت ملی و بانک جهانی و بعضی از مؤسسات مالی که در ارتباط بحث اقتصادی در افغانستان نظارت میکنه، نشان میده که افغانستان به صلاح 3.1%، یعنی چیزی بیشتر کمتری افغانستان رشد اقتصادی داشت، حالا که چقدر دقیقا این یک بحث جدا. ولی شما اگر در نظر بگیرین که چند میلیون نفر در افغانستان بیکارند، حداقل 30% مردم در افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه، یا در مجموع دولت افغانستان که بحثش به صلاح بحث 1 میلیون شغل به صلاح مطرح میشد و بعضشان حتی بحث 2 میلیون شغل را مطرح میکرد، اگر واقعا شما یک نظرسنجی علمی انجام بگیرن که چند میلیون شغل یا مثلا چند صد هزار شغل در افغانستان در این 3 سال ایجاد شده، من فکر میکنم به اون لحاظ هم دولت افغانستان دستاورد نداشته، نه به این لحاظی که بگیم شما به صلاح رشد اقتصادی نداشتین، بلکه به این لحاظی که شما همون معیاری که خود شما تعیین کردین، مثلا 1 میلیون شغل الی 2 میلیون شغل باید در افغانستان ایجاد شود، این ایجاد نشدن. با توجه به شرایط افغانستان، بحث اشتغال زایی در افغانستان چقدر بستر و فراهمی داشت و اینا چقدر مطالعه و آسیب شناسی داشتند که این وعده را چقدر راست رویانه دادن برای مردم افغانستان که امروز محقق نشد؟ خب یک واقعیت وجود داره که در همه کشورها به استثنای افغانستانی که اون چرا که احزاب سیاسی در زمان کمپین های انتخاباتی برای رای دهندگان وعده میکنند، در همه کشورها با اون چرا که در عمل پیاده میسازد یک تفاوت اساسی وجود داره. این هیچ رئیس جمهوری نتونسته که تمام اون وعده های زمان انتخاباتیش را به ثمر برسونه، یا صدر اعظم که مثلا به قدرت میرسه تمام وعده هاش را در ارتباط ایجاد شغل پوره بکنه. اما خب باید تفاوت خیلی کم باشد. یعنی شما وقتی که وعده میکنید حداقل اگر 50% 60% 70% اگر
جنبه عملی پیدا نکنه کمتر از 50% باشه، پس شما میشه ارزیابی میشه که اون وعده های شما به اصطلاح میانتهی بودن یا موفق نبودن در اون چیزی که شما وعده کردین و برنامه‌ای که داشتین. ولی اگر شما در افغانستان رو در نظر بگیرین که تمام مشکلات رو در افغانستان منوط بکنیم به اینکه در افغانستان جنگ عامل تمام این بدبختی هاست و فکر میکنیم که یک نوع فرافیگنیست در وظایف یا ابتکارات دولت مردای افغانستان یا به اصطلاح همون بار خود را به گردن کسان دیگری باید بندازیم، به گردن جنگ که بگیم خب ما هیچ مسئولیت نداریم. ورنه دلایل اصلی عملی نشدن این تعهد چه بوده میتونه؟ ما باور میست که چند مشکل اساسی وجود داشتن یا دارن در مو قسمت. اولی که خود جای شک نیست یک از اون مؤلفه هم میتونه جنگ باشد، چون افغانستان اگر شما ارزیابی بکنید که کشور هستن که اونجوری سرمایه بالایی در اختیار ندارد، شما سه حالت را باید داشته باشین یا این سه گزینه را باید به دسترس قرار داشته باشد. شما بتونید سرمایه های بین المللی و شرکت های چند ملیتی را در افغانستان جذب بکنید و سرمایه گذاری بکنید. این کار محقق نمیشه تا زمانی که امنیت وجود نداشته باشد و از بعد از امنیت به اصطلاح قوانین درست این یکی از عوامل بوده میتونه اشاره بکنم. بعضی دوم قوانینی که حداقل نفع به صلاح سرمایه و خود سرمایه را باید تنظیم بکنه و کاغذبازی که در افغانستان فعلا مروج این هاست بین رفته باشد، قوانینی تثبیت شود که حداقل باعث تشویق سرمایه گذاران در افغانستان باشد. و سوم همی که خب شما بتونید با تجارت کلان بین المللی افغانستان را مدغم بکنید یا اون مسیرهای دیگه ای که حداقل افغانستان بتونه از بانک های کلان بین المللی که حالا به صلاح یک نفع قرضه میگیرد با قرضه هایی را که با بهره بسیار پایین و زمان بسیار طولانی باز پرداخت شوند. اما در راستای ترانزیت یک سری گام ها برداشت، از جمله چابهار را دیدیم که نخستین محموله گندم امسال رسید، بحث آقنه هم که کماکان پیش رفت، دهلیز هوایی با هند ایجاد کردند و این نمونه ها چرا نتوانست واقعا بستر رفته را هم بکنه؟ خب اینها نمیتونست به این دلیلی که شما تا زمانی که در داخل افغانستان سرمایه نداشته باشید و افغانستان از یک کشور کاملا مصرفی به کشور تولیدی و صادر کننده تبدیل نشود، این مشکل حل نمیشه. شما در نظر بگیرید که اگر کل سرمایه گذاری در افغانستان در سال مثلا کل به اصطلاح ببخشید مبادلات تجارتی در افغانستان در نظر بگیرید که در سال 13 میلیارد دلار باشد، فقط 500 میلیون دلار زیر شما به اصطلاح صادر بکنید و به اصطلاح 12.5 میلیارد دلار شما واردات داشته باشه، ببینید که در سال 12.5 میلیارد دلار پول از افغانستان خارج میشه. این خودش یک فاجعه برای بلند مدت بسیار میتونه افغانستان به اصطلاح آسیب پذیر بکنه و سرمایه های کلان از افغانستان خارج میشه. پس خلاف آنچه که اینها وعده میتن، هم اکنون هم برای مردم که دست کم نتیجه کارهای اینا سالهای بعد در میان مدت معلوم خواهد شد، به نظر شما بارش منفی خواهد بود و مردم بیشتر تاوان خواهند پرداخت؟ خب اگر شما تنها این مسئله اقتصادی رو در نظر بگیرید که خود رئیس جمهور هم چند وقت قبل به صورت ارتباط صحبت داشتن که یکی از عوامل یا تهدید استراتژیک میتونه وضعیت فعلی صادرات و واردات در افغانستان باشه، این حرف دقیق و علمی است. شما اگر در هر سال از یک کشور مثل افغانستان شما 12 میلیارد دلار را بیرون بتین، یعنی 12 میلیارد دلار پول از افغانستان خارج شوند، خب این بسیار یک پول کلان است و یک سرمایه مهم است که هر سال از افغانستان خارج میشه. این میتونه برای ثبات اقتصادی و توسعه افغانستان و حتی سلامتی به اصطلاح نظام اقتصادی افغانستان یک خطری بسیار جدی باشد، به اصطلاح برخلاف اون چرا که به اصطلاح حکومت میگه، وزرا میگه، یک سری کسایی به اصطلاح مطرح میکنه. اصل بحث در اقتصاد امروز، اقتصاد بازار، همین مورد است که درست این چند محور را درست ممنون بحث کردید، بحث امنیت سال و بالاخره اقتصاد. و بیم پیش از اینکه به مواد توافقنامه و بحث انتخابات بریم، یک درنگی داشته باشید بر مسئله عدالت اجتماعی در افغانستان در حکومت وحدت ملی و این بحث در جامعه متاسفانه طبقاتی افغانستان و در یک نگاه جامعه شناسانه و بشر شناسانه اگر به قضیه بنگرید، واقعا بحث قومگرایی و این نگاه های تبعیض‌آمیز و مواردی که ماهای اخیر خیلی دامن زده شد، اینها واقعا در چه سطحی بودن؟ من میخوام از دو نگاه به مسئله توجه بکنم. اولی ببینید که شما زمانی که قانون اساسی دارین و قانون اساسی صلاحیت حکومت را، صلاحیت تشکیل حکومت را، مشروعیت حکومت را و به اصطلاح کیان حکومت را متعلق میکند به ماده 4 قانون اساسی. و قانون اساسی ماده 4 قانون اساسی افغانستان میگه که شهروندان افغانستان تمام کسان هستند که تذکره تابعیت افغانستان، و بعد نام اقوام را ذکر میکنه که اینها در واقع همون اقوام ملت در افغانستان هستند.
ملت خودش یک پروسه سیاسی است. خود دو تا بحث داره که آیا به اصطلاح زمان خودش میتونه اینها رو ایجاد بکنه یا پروسه که فشرده ترش به اصطلاح دولت چیکار بکنه. ولی شما از هر نگاهی در نظر بگیرید، خود ایجاد ملت یک پروسه سیاسی است، یک پروسه طبیعی نمیتونه باشه، گرچه که دو تا نظر دیگه خصوص وجود داره. شما امر در نظر بگیرید که خود این پروسه به اصطلاح پروسه سیاسی هست. وقتی که شما میگید ملت به معنای واقعی کلمه، یا حقوق ملی یا منافع ملی به اصطلاح، اینها اینطور نمیشه که شما به اصطلاح از یک بخش بگین که ما ملت هستیم، منافع ملی داریم و قانون اساسی داریم، ولی از یک طرف اون مؤلفه های از اساسی ملت را قبول نکنید. یعنی در معنای ملت است که اگر مردم افغانستان آمدن در انتخابات شرکت کردند، در این انتخابات یک فرد را انتخاب کرد که او به لحاظ قومی در افغانستان تنها خودش باشد، یک نفر یک خانه قوم نداره، ولی مردم به او اعتماد کرده، به حزبش، به برنامهش، به خودش رای داد. اگر همه احزاب سیاسی ای را پذیرفت که خب این می نظر ملت یادم باید انتخاب شد، هیچ کس در پای دستیسته، در پای تقلب، در پای جعل، در پای تصویر نباشد، این میشه واقعا ملت. اما انسان نبوده. ببینید، ما میخوایم از چی عرض بکنم. اگر شما مثلا انتخابی داشتین که در اون انتخاب معیاری باشد که قوم اکثریت باید رئیس جمهور باشد، قوم دوم معاون باشد، قوم سوم معاون دوم باشد، این برخلاف روحیه و کیان ملت است. درست. اصلا ما ملت نیستیم. اگر ما ملت هستیم، شما چرا انتخاب ملت احترام نمیگذارید؟ شما نمیتونید ادعا بکنید که ما ملت هستیم ولی در این ارتباط انتخاب ملت را قبول نداریم. یعنی یک کسر ملت انتخاب کرده که او در افغانستان یک خانه قوم داشته یا هیچ قوم نداشته، تنها خودش بوده، ولی اونهایی که مثلا قوم اکثریت دوم سوم باید به آرای مردم و آرای ملت احترام بگذاره، این آدم قبول بکنه. درست. اگر ما این مورد در افغانستان نداشته باشیم که تا حالا متاسفانه نداشتیم و بعد ازش هم معلوم نخواهد داشت، این اصل اشکال کاره. درست. و این را میشه به هم پیوند با شناسنامه در بحث توافقنامه کمی بحث بکنیم روش. اما بحث به برخی اسناد در ماه‌های اخیر از حکومت وحدت ملی رسانه‌ای و منتشر شد، از اداره امور تا وزارت امور داخله و اینها، که گویی حکومت وحدت ملی روی کرد قومگرایانه داره و حتی به شدت اقشار سیاسی و نمایندگان مردم در دو اتاق شورای ملی حکومت وحدت ملی را به ویژه شخص آقای غنی را متهم به گسترانیدن دامنه قوم پرستی و اینها کردند. این در چه سطح قابل تایید بوده میتونه؟ از دو زاویه به اصطلاح این بحث یا کلیات این قضیه از دو زاویه قابل بحث است. اولی که شما وقتی همین بالا که خدمتتون عرض کردم که وقتی شما فرد اول قبول داشته باشید که انتخاب بشه از طرف مردم، امید در بدن بحث بعدی که مربوط به سوال شما میشه. یعنی هر گونه نگاهی که اصلیت، ظرفیت، علمیت و توانایی یک شخص را در یک اداره معیار قرار نتن، بلکه زبان شخص را به اصطلاح یا قومش را یا مذهبش را یا به اصطلاح تبارش را در گماشتن یا نگماشتن یا استخدام یا منفع کردن شما در نظر داشته باشید، چی معلوم چه نامعلوم، این در واقع همون برخلاف منافع ملی است، برخلاف واژه ملت هست، در خلاف واژه اداره مدرن است، بلکه این میشه گفت بزرگترین خیانت ملی است. یعنی ما باور میست که این حرکت هایی که مثلا به این گونه صورت میگیرد، یعنی یک وقت مثلا صحبت هایی از اداره امور رو بیرون درز میکنه که مخکش و یا مخکش ها یک چون این چیز رو ترتیب میدن، یک روز شما مثلا از پلیس ضد شوری چیز رو میشنوید، یک روز مثلا از فلان ولسوالی چیز میشنوید. بله بله. این ضربهشون به لحاظ واقعی بزرگتر از داعش و طالباست بر پیکر این نظام، چون این سلامتی کل این مملکت و این اداره رو به خطر میندازه. اینطور نیست که حکومت فکر بکنه که این اداره که حرف که امروز گذشت ای در تاریخ ثبت میشه، در رسانه ها ثبت میشه، هزاران ذهن انسان متحد به وحدت ملی و منافع ملی را متضرر میسازه. بله، بله. خب ببینید، شما وقتی میگید که بلاز مثلا اینی کسان ملت است، در قانون اساسی گفته رأی ما اینی است، مثلا همین جواهاتی که در افغانستان اداره میشه و مسائلی که وجود داره، این مملکت کم زجر نکشیدن، وقت بعد کسایی بیان به اصطلاح در اینجا یکی از این ملت ها یا ملیت ها رو جدا بکنه، این هم خیانت ملی است، هم جفای نابخشودنی در حق تمام ملت است. این ملت هم پارچه پارچه میکنه. یک چیزی به صورت اجازه خدمتتون عرض بکنم، یکی این نمیشه قابل توجیه باشد شما بگین که یک بار اشتباه شد
دو بار اشتباه شد، سه بار اشتباه شد، چطوری قابل این لحاظ عقلی قابل قبولی؟ ممکن درست. حکومت خودش رو قبول بکنه، ولی منی که بایست یک شهروند در بیرون مطالعه میکنیم، نمیشه که بگم خب اشتباه سند اداره امور به اصطلاح اشتباهی بود، نظم عامه به اصطلاح اشتباهی بود، فلان مورد اشتباهی بود، آخری رو که قبول میکنه که همه اینها اشتباهی باشه، در حالی که چند تا امضای در حالی که باید از اشتباه اول درس گرفته میشد برای عدم تکرارش. خب حالا بیت بر توافقنامه سیاسی کوتاه به مواردش اشاره میخوام داشته باشید. نمونه اول اصلاحات انتخاباتی و بعد برگزاری انتخابات تا برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی و اینکه کمیسیونی برای نظارت بر تطبیق قانون اساسی قرار بود شکل بگیره، هم که گویی نگرفت و هم عملی نبود، اینها این موارد چرا نتوانست عملی باشه؟ در ارتباط اصلاحات انتخاباتی شما در نظر داشته باشید که در افغانستان بعد از سالهای طولانی که ما انتخابات نداشتیم، نظامی که دموکراتیک و مردم سالار باشد نداشتیم، بعد از انقلاب و کشمکش هایی که آمد، در نهایت بعد از کنفرانس بن وقتی شما یک نظام مردم سالاری دموکراتیک را پایگذاری کردین که چرخش قدرت نه بساس شمشیر بلکه باید بساس رأی باشه، اساس کودتا، اساس تقلب، جعل تصویر، همه اینها یک به زور یک قدرت را میخواهد انتقال بده یا بگیرن، این دیگه از بین رفته، در هیچ جای دنیای کارایی نداره. بسیار کشورهای محدود اگر داشته باشن، در افغانستان هم قرار شدن که بعد از اون ما انتخابات داشته باشیم، یعنی همه چیز بر اساس انتخابات تغییر بکنه، به خاطری که ملت به خواست خودش برسه، مردم به خواستش برسه. همین که انتخابات چرا صورت بگیره و هر تیم انتخاب شوند، یکی از فلسفه های اساسیش این است که شما که معترض هستید به حیث اپوزیسیون، 4 سال صبر میکنید، مثلا 4 سال به اصطلاح در موقف اپوزیسیونی استفاده میشین تا نوبت بعدی به شما بین. اگر شما به حیث یک حزب یک جریان متوجه شوین که قرار است به شما هیچ نوبت نیان، یا با تقلب یا با تزویر یا با کودتا قرار است که تیم حکومت بکنه، او بعد هستن که فعالیت ها به زیر زمین میره، به خشونت کشیده میشه، تا جنگ های داخلی و کودتا هایی که بسیار در کشورهای دیگه صورت میگیره. درست. یکی از فلسفه وجودی این است که مردم به سلامتی انتخابات و چرخش حکومت باور کنه که حکومت میچرخه، نوبت به همه میرسه. این بحثی که مثلا به صورت فلسفه وجودی شما در نظر بگیرید، خود قانون اساسی افغانستان 5 تا انتخابات مشخص میکنه: انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی، انتخابات شورای ولایتی، انتخابات شورای ولسوالی و انتخابات شهرداری ها و انتخابات قراجات هم که ما داریم. بله بله بله. یعنی که ما هنوز از انتخابات اولی آنگونه که ایجاب میکنه عبور نتوانستیم. بله. یعنی که ما باید هر سال به گونه نرمال یک انتخابات رو داشته باشیم. درست. وقتی ما هر سال یک انتخابات داشته باشیم، ما باید برای بودجه انتخابات پیش بینی داشته باشیم، بودجه باید از منبع داخلی تامین شود و ما کمیسیونی را داشته باشیم که این کمیسیون حرفش در ارتباط انتخابات و تصمیمش نهایی باشد. شما یک نمونه را میگم خدمتتان، در حین زمانی که انتخابات فرا میرسه، یعنی کمیسیونی برگزاری انتخابات تمام فعالیت نخست وزیر را تحت نظر داره، حتی وظیفه نخست وزیر یا هر وزیری دولت یا مثلا نخست وزیر ایالتی که لازم ببینه، وظیفه‌اش را تا پایان انتخابات تعلیق میکنه، هیچ کس حق نداره سرش صحبت بکنه. یعنی وقتی شما میگید کمیسیونی مستقل انتخابات، به این معنا که در انتخابات حرفشان نهایی است. وقتی مشکلاتی که در انتخابات گذشته به صلاح به وجود آمد، چیزی که برای همه مردم هم به صلاح به باور رسیدن و احزاب سیاسی، به صلاح نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و خود حکومت، که ما در افغانستان به یک اصلاحات اساسی ضرورت داریم در انتخابات که دیگه اون اشتباهات و اشکالات گذشته تکرار نشه. یعنی وقتی که کمیسیونی که تشکیل شدن، اون 11 مورد رو که به صلاح پیشنهاد کردن، حداقل 7 موردش رو که حکومت قبول کرد، شما میبینید تا حالا یک مورد از اون اصلاحات جنبه عملی پیدا نکرده. کوتاه‌تر اگر بگویید دلیلش واقعا نبود اراده و خواستاری انجام این وعده. دو تا دلیل دارد. دلیل اول، هنوز ما باور نیست که به هر دلیل حکومت تصمیم برای برگزاری انتخابات نداره. ممکنه بحثی باشد که انتخابات، من نظر شخصی مثل البته که ممکنه که به اصطلاح انتخابات پارلمانی و رئیس جمهوری همزمان برگزار شود، ممکن است به اصطلاح یک سال بعد دیگه به صورت سال 98 انتخابات برگزار شود، ولی من باور نیست که تا حالا حکومت به طور جدی تصمیم نداره که انتخابات رو برگزار بکنه، حالا به دلیل امنیتی، اقتصادی یا هر دلیلی. دلیل دوم، متاسفانه کمیسیون انتخابات، کسایی که فعلا به عنوان کمیشنر آمدن، اینها توان و ظرفیت برگزاری انتخابات نداره. در این مدت اینها به اصطلاح در کمیسیون انتخابات آمدن، اینها کوچکترین کار عملی را انجام داده نتونستند، در حالی که به نظر شما احتمال می رفت که در فهرست 700 نفری نامزدان برای کمیشنری انتخابات در کمیته گزینش افراد توانمندتر از اینا وجود داشت. یقیناً. اشکال کار در کجا بود؟ اشکال کار در اینجا بود که حکومت افراد را در این کمیسیون ها معرفی کرد که اینها
متحد باشد به پسوند سیاسی که از اونجا از اون طرف اونها انتخاب میشد. یعنی وقتی این کمیشنرها انتخاب شدن، اینها به لحاظ سیاسیش به جریان های کلانی پشت پرده ارتباط داشتن. ما باور می است که افراد مستقلی که ظرفیت و توانایی برگزار انتخابات را داشتن و از خود ابتکار عمل داشتن، میتونست در مقابل حکومت استفاده شوند و ثابت بکنه، اونها انتخاب نشد. این باعث مشکل ایجاد کردن. واقعیت هم این است که ما نباید از حکومت انتخاب بکنیم که چرا حکومت نمیخواد انتخابات برگزار شود. باید از کمیسیون انتخابات به این دلیلی که این کاری کمیسیون است. کمیسیون باید حکومت مکلف بکنه که امنیت تامین بکنه، کمیسیون باید حکومت مکلف بکنه که بودجه انتخابات پیدا بکنه، چون بودجه انتخابات مربوط به کمیشنرها نیست، مربوط به حکومت است. بله. از دنیا میگیرن، اما ملی میگیرن. باید کمیشنرها یک ابزار فشار برای دریافت این امکاناتشان داشته باشن. بله. یعنی از اون طرف اینمین عدم تجربه اینها، مثلا اکثریت اینها تجربه کافی برای برگزار انتخابات نداشتن و وابستگی های سیاسی شان به یک نحو اینها را در نقطه ضعف قرار دادن که حتی اپوزیسیون حکومت، یعنی اپوزیسیون رسمی حکومت مثل جبهه بزار شورای حراست یا مثلا جبهه ملی نوین و خیلی از کسان دیگه که احتمالا برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید داشته باشد، حتی به مستقل بودن این افراد به اصطلاح اعتراض کردن. پس همه اینها به اصطلاح بدون نقطه برمیگرده، یک همون عدم اراده حکومت و اون ظرفیتی که میشه انتخابات. درست. اگر خیلی کوتاه هم یک مکس داشته باشد بر سر این مهم توافقنامه سیاسی، بحث توزیع شناسنامه‌های الکترونیک که آخرین و جدیترین وعده حکومت برای آغاز این کار ماه عقرب بود که گذشت متاسفانه، و حالا ما در نیمه اول ماه قوس قرار داریم، ولی عملی نبوده و دیدیم که بالاخره فرمان تقنینی هم به بنبست خورد و در جریان هستید که چی بر سرش میگذره. با این وضع چرا این نشد و چگونه خواهد بود سرنوشتش؟ ما نظر شخصی است که شما ما نباید در عمر حکومت دو ساله که باقی مانده انتظار توزیع تذکره‌های الکترونیکی داشته باشیم، هم به دلیل مشکلات سیاسی که وجود دارد، هم به دلیل به اصطلاح کش و قوس‌هایی که بین حکومت و پارلمان وجود دارد بر سر چگونگی درج نام اقوام، عدم درج نام اقوام افغانیت و غیر افغانیت، مسائلی که در اونجا مطرح است. یعنی در کل این فرآیند به گونه‌ای به پیش میره که شما نباید ما انتظار داشته باشیم که در طی دو سال این تذکره ها به صلاح توزیع شود. فکر میکنم که به هر دلیلی فعلا از خیر این بگذارم. و اگر جمع بندی کنید دورنمایی را که میشه ارائه کرد از این وضع و دو سال باقی مانده حکومت چی است؟ و اصلا برخی نگران ها از این میره که دو سال که گذشت، سه سال هم میگذره، پنج سال هم میگذره، ولی حکومت گونه سازماندهی و ساماندهی میکنه که سالهای بیشتر از پنج سال را هم بتونه در چوکی باقی بمانه. خب من به او باور ندارم که حکومت افغانستان سازماندهی بکنه برای یک مدت طولانی تر بدون از مجرای انتخابات. چون افغانستان هم به لحاظ داخلی وضعیت و پویایی مردم به حدی رسیدن که مردم دیگه به اصطلاح درک میکنند که چطور باید برخورد بکنه با حکومت یا با کسانی که فراتر از زمان معینش بخواهد در ریاست جمهوری دوام بده به کار. و از این طرف هم جامعه بین المللی، چون یک حمایت بین المللی و تعاملی که افغانستان با دنیا دارد و افکار عامه نه به لحاظ داخلی و نه به لحاظ بین المللی اقتضا نمیکنه که حکومت بتونه بدون برگزار انتخابات به یک دور دیگر هم ادامه بدن. گرچه به لحاظ حاکمیت ملی نباید هیچ گونه تأثیری داشته باشد افکار بین المللی برای دوام یا عدم دوام حکومت، ولی واقعیت ها ایست که تمام این موارد حکومتداری مدرن امروز اینها همهشون نسبی است و مرتبط میشه و متکی است به قدرت اقتصادی و سیاسی این کشورها که به چی پیمانه تاثیر میگذارد و به چی پیمانه تاثیر میپذیرد. از اینکه افغانستان سالانه به اصطلاح میلیاردها پول جامعه جهانی دریافت میکند، همچنان نیازمند همکاری سیاسی و نظامی دنیا برای بهتر شدن زندگی مردم افغانستان هست، پس حتما افغانستان تاثیر میپذیرد. بنابراین میشه گفت که من باور ندارم که حکومت بتونه بدون به اصطلاح برگزاری انتخابات به عمرشان برای یک بار دوم هم دوام بده. اما خب دیم جای شک نیست که هیچ تضمینی هم از اون طرف به اصطلاح وجود ندارد که همه چیز بر سر وقت و زمان خودش برگزار میشه، ولی چون بقا و مشروعیت و حفظ نظام در شرایط امروز افغانستان برمیگرده به اینکه مردم یک بار دیگر به پای صندوق‌های رای بیان، از حکومت حمایت بکنه، کاندیدای را انتخاب بکنه. ما باور می‌کنم که حکومت انتخابات ریاست جمهوری را حتما در زمان معینش برگزار خواهد کرد. تشکر زیاد از حضور شما. سید ناصر موسوی، آگاه سیاسی و کنشگر مدنی، برای حضورتان در این بحث و
آقای سعید نقیب الله هاشمی هم وعده داشتند که تشریف نیاوردند و خلف وعده کردند، ولی سپاسگزار شما که مهرورزانه تا این دم بیننده گفتگوی ما بودید. تا درود و دیدار فردا، شب و روز به کام و مرادتان باد. بدرود.